هرچند تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی به کار و تجارت زنان آسیب رسانده است، اما زنان متشبث و تجارت پیشه دست از تلاش بر نداشته و دوشا دوش مردان کار کرده اند. این بانوان میگویند حالا نیاز به حمایت دارند، چون به گفته آنان مشکلات مالی و عدم حمایت از صنایع دستی بانوان در بازار زنان تجارت پیشه را به چالش جدی مواجه کرده است. عدم بودجه و عدم حمایت مردم خیلی زیاد از محصولات داخلی و مخصوصا محصولات خانم ها و خیلی از مشکلات دیگه که سد راه تجارت خانم ها بود نظر به قوانین که تازه وضع شده، و امیدوار هستم که اینا کم کم برطرف بشه و راه تجارت خانم ها باز سر بشه. قبلا زمانی که پاندونا و مدارس باز بود، یعنی فروشات بیشتری به مغازه خورد داشتیم و مشتریان بیشتری داشتیم. فعلا میبینیم که خانم ها بیشتر خانه نشینن، یعنی وزر عبور و مرور نیه، مصارف کمتره، یعنی به هر حال جریان مالی کمتره. با آنکه مسئولین در اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب میگویند شمار زنان متشبث در حال افزایش است، اما مسائل مالی، دانش اندک خانم ها در بخش تجارت و کم رنگ بودن علاقه مردم برای خرید محصولات زنان، کاروبار زنان صنعت پیشه را در این ولایت به چالش مواجه کرده است. یکی عدم داشتن بودجه کافی برای رشد و پیشرفت تجارت های خوب، و دیگه عدم آگاهی یا دانش تجارتی، و همچنان عدم حمایت مردم از تولیدات و محصولات داخلی. با این حال مسئولان در اتاق صنایع و معادن هرات میگویند که امارت اسلامی از فعالیت های زنان متشبث در هرات حمایت میکند. در صدر برنامه امارت اسلامی افغانستان حمایت از تولیدات داخلی هست. اینجا دیگه محدودیت وضع نشده که فعالیت خانم یا آقا، یعنی فعالیت اقتصادی برای هر طبقه آزاد هست و تحت پوشش اسلامی و شرایط اسلامی که در کشور ما حاکم هست خانم ها میتونن فعالیت بکنن، آقایون هم فعالیت خود دارن. آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب نشان میدهد که هم اکنون نزدیک به 530 نفر از بانوان در این ولایت مصروف پیشبرد فعالیت های اقتصادی در هرات هستند.